سرخط خبرها موشک پوتین رو به اتمام است مرگ مشکوک در جدار جمعی لشکر 58 تکاوری شاهرود دو مرجع تقلید شیعه ایران خواستار تحریک نکردن عربستان سعودی در دوره حج شدند دونسک و لوهانسک سفرای خود را در روسیه تعیین کردند سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. موشک پوتین رو به اتمام است. رئیس ستاد دفاع انگلیس گفت موشک پوتین رو به اتمام بوده و در روسیه فشار باور نکردنی برای دستیابی به نتایج دلخواه در جنگ روی افسران ارشد است. به گزارش خبر آنلاین و به نقل از دیلی میل دریا سالار سر و راداکین در مصاحبه با میز خبری تاکتیوی پس از گذشت ده هفته و عدم گرفتن نتایج دلخوا موشک های پوتین رو به اتمام بوده و ژنرال های کرملین از ترس پاکسازی به دلیل تهاجم نافرجام تلاش دارند یکدیگر را سرزنش کنند به همین خاطر به گفته وی روسیه در حال راه انداختن یک جنگ لوجستیکی است تا بتواند نیروها و مهمات لازم را تامین کند. دریا سالار راداکین افسود پوتین واقعا به دردسر افتاده است. زیرا میزان هزینه جنگ و سختی مبارزه با اوکرینی ها با آنچه وی در 24 فوریه خیال میکرد تفاوت زیادی دارد به گفته وی نیروهای مسلح روسیه تاثیر شدیدی از جنگ دریافت کرده و دست کم 25 درصد از نیروهای روس به دلیل کشته شدن و یا آسیب به گروه های تاکتیکی آنها عملا از چرخه نظامی بیرون شدند بن والاس وزیر دفاع انگلیس در جریان بازدید از فنلاند گفت جنرال های روسی به دلیل شکست در تضمین پیروزی در اوکراین انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می روند. به گفته وزیر دفاع انگلیس افسران ارشد روسیه قربانی حمله نافرجام پوتین شده و اکنون یکدیگر را مشمول فاجعه میدانند چرا که واهمه دارند در صورت تبدیل به باسلاق عقب نشینی پاکسازی از نوع پوتین دامنگیرشان شود از بن والاس پرسیده شد آیا ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد کل روسیه که ماه پیش به خط مقدم فرستاده شد مرد پاییزی سرزنش فردی که مقصر نیست خواهد بود وی پاسخ داد همه ژنرال ها در قلم روی پاییز هستند و هیچ یک از نزدیکان پوتین وجود ندارند که به وی توصیه کرده باشد که از برنامه هایش برای تصرف اوکراین دست بردارد و باطلاق آنها میتواند در صورت شکست دوباره مانند شمال کیف به شکست بعدی تبدیل شود. مرگ مشکوک درجه دار جمعی لشکر 58 تکاوری شاهروت به گزارش اقتصاد نیوز این روزنامه مدعی شد سلطان دوم داوود ابراهیم زاده جمعی لشکر 58 تکاوری شاهرو در نقطه صفر مرزی و افغانستان به طرز مشکوکی جان گفته می شود این واقعه در اثر درگیری با مرزبانان طالبان رخ داده است این خبر در تعطیلات طولانی عید فتر دوچار سکوت خبری شد. دو مرجع تقلید شیعه ایران خواستار تحریک نکردن عربستان سعودی در دوره ی حج شدن. دو مرجع تقلید شیعه در ایران خواستار کاهش تنش با عربستان سعودی و پرهیز از اقدامات تحریک آمیز در دوره ی حج شدن و به زایران ایرانی توصیه کردند به قوانین سعودی احترام بگذارند. ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه در دیدار با مقامات سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی خواستار آن شد که رفتار ایران. سبب تحریک بدخواهان نشود. او گفت هرچند رابطه ایران با عربستان سعودی در وضعیت مناسبی قرار ندارد اما شما می توانید با بهره گیری از ظرفیت از های حج سبب خوشبینی و رفع بدبینی شوید جعفر صبحانی دیگر مرجع تقلید شیعه نیز به مقامات سازمان حج و زیارت گفت به همه زائران توصیه کنید به قوانین کشور عربستان احترام بگذارند و از انجام آنچه نباید پرهیز کنند مراسم حج امسال پس از دو سال وقفه به دلیل همه کرونا برگزار و نخستین پرواز زائران ایرانی به سمت عربستان نیز برای 23 خورداد اعلام شده است. عربستان سعودی به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا حضور زایران بالای 65 سال را در حج امسال ممنوع کرده است. صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی در دیدار با مراجع تقلید ساکن قوم گفت امسال حدود 39600 نفر به حج اعزام خواهند شد به گفته او سهمیه ایران در سالهای گذشته 85000 نفر بوده است دونسک و لوهانسک سفرای خود را در روسیه تعیین کردند دو جمهوری دونسک و لوهانسک روز جمعه سفرای خود در روسیه را تعیین کردند بر اساس گزارش شبکه خبری روسیالیام الیام جمهور دونسک و لوهانسک بر اساس گزارش شبکه خبری روسیالیام الیام جمهور دونسک و لوهانسک سفرای فوق خود را در روسیه مشخص کردند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روز 21 فوریه گذشته استقلال دو جمهوری دونسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت و سه روز پس از آن دستور عملیات ویژه نظامی برای حمایت از ساکنان منطقه دونباس را صادر کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز روز چهارشنبه گفت بازگشت کریمه به روسیه استقلال جمهوری های خلق دونسک و لوهانسک واقعیت های سرزمینی است که اوکراین و دیگر کشورها باید آن را بپذیرند. وی که این سخنان را در مصاحبه با یک روزنامه اسپانیایی مطرح میکرد افسود باید به انتخاب قانونی و عاقلانه مردم و حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد احترام گذاشته شود و بر این اساس کریمه به روسیه بازگشته و دو جمهوری خلق دونسک و لوهانسک نیز به دولت های مستقل تبدیل شدند. زلنسکی این جنگ پایانی ندارد. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد این جنگ پایانی ندارد و ما برای دستیابی به راهحل دیپلماتیک از طریق مذاکرات تلاش کردیم به گزارش ایسنا به نقل از نشر، زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تصریح کرد ما هیچ نشانه ای از جانب روسیه نمی بینیم که دال بر تمایل آنها برای پایان دادن به جنگ باشد و افزود این جنگ پایانی ندارد و ما برای دستیابی به راهحل دیپلماتیک از طریق مذاکرات تلاش کردیم زلنسکی عنوان داشت که روسیه بر این باور است که از طریق تهدید هسته‌ای میتواند از مجازات به دلیل جنایتهای جنگیش رهایی یابد. وی به این امر اشاره کرد که بازار جهانی به دلیل جنگ روسیه دچار کمبودهای غذایی شده است. انفجار ماهی به هتل تاریخی در هاوانا روز جمعه انفجاری بزرگ هتل سارتوگا در هاوانا پایتخت کوبا را لرزان منابع محلی گفتند که این انفجار خسارت های مادی زیادی به همراه داشته و چند نفر نیز کشته و مجروح شدند بر اساس آخرین آمار دست کم 8 نفر در این انفجار در هاوانا کشته شدند خبرنگار المیادین در کوبا گزارش داد که این حادثه به دلیل انفجار خودروی حامل کپسول های در برابر این هتل روی داده است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم ممنون که تا پایان با ما همراه بودید وقتتون خوش و خدا نگهدار.